به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در سرپل از بازداشت یک جوان توسط نیروهای استخبارات طالبان خبر می‌دهند. منابع می‌گویند که طالبان این جوان را به دلیل پست فیسبوکی‌اش در حمایت از احمد شاه مسعود، رهبر پیشین جهادی، بازداشت کردند. این جوان احمد رحمانی نام داشت و دو روز قبل در برگه فیسبوکش با نشر تصویر احمد شاه مسعود نوشته بود: در راه تو هستم تا که نسل آیندم در روشنایی باشد. منابع افزودند که احمد رحمانی از ولسوالی سنگچارک سرپل بازداشت شده است. این در حالی است که پیش از این نیز طالبان شماری از جوانان را در ولسوالی های سیاد و کوهستان ولایت سرپل به دلیل حمایت از عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین از به وحدت ملی اسلامی افغانستان، در صفحه فیسبوک لطکوب کرده بودند. جدال حزب اسلامی با طالبان. بدانبال تنش‌ها میان طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و ممنوع اعلام شدن فعالیت‌های سیاسی تحت چتر احزاب سیاسی در کشور، پسر آقای حکمتیار بار دیگر از این تصمیم طالبان انتقاد کرده و فعالیت احزاب سیاسی را یک ضرورت خوانده است. حبیب الرحمن حکمتیار، فرزند رهبر حزب اسلامی، روز دوشنبه 20 عمل در پیام در صفحه اکس خود از فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان دفاع کرده و گفته که مردم حق دارند نظام سیاسی زعیم خود و صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های او را تعیین کنند. او افزوده که هیچ کسی حق ندارد به تنهایی و بدون مشوره و موافقت مردم تصمیم بگیرد. او در این پیام بر ضرورت فعالیت احزاب سیاسی و اتحادیه‌های صنفی در افغانستان تاکید کرده و افزوده که تشکیل اتحادیه‌ها برای تامین عدالت و حق‌های مردم ضرورت جدی است. وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته اعلام کرد که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان غیرقانونی است و در صورت فعالان سیاسی تحت نام احزاب فعالیت کنند و در صورتی که فعالان سیاسی تحت نام احزاب فعالیت کنند با برخورد شرعی و قانونی مواجه خواهند شد. به نظر می رسد اشاره فرزند رهبر اسلامی به این اعلامیه وزارت عدلیه طالبان باشد. یک روز پس از پخش این اعلامیه وزارت عدلیه طالبان، گلبدین حکمتیار در خانه جدید خود با پرچم حزبش از هواداران خود پذیرایی کرد. حبیب الرحمن حکمتیار گفته که حاکمان باید درباره مسائل مهم ملی با مردم مشورت کنند. او افزوده که تعیین نظام، ساختار آن، انتخاب امیر و دایره صلاحیت ها و مدت کاری او، مشخص سازی سرحدات، سیاست های داخلی و خارجی حکومت مرتبط به یک فرد خاص نیست، بلکه مربوط به تک تک مردم است. وی تاکید کرده است که شورای مقتدر و نماینده ملت باید تصمیم نهایی را بگیرد و هر نوع تصمیم و تصرف خلاف رضایت مردم خیانت است. آماج نیوز این گونه گزارش کرده است. حبیب الرحمن حکمتیار، پسر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، بار دیگر در پیوند به سخنان وزیر عدلیه طالبان مبنی بر جرم پنداشتن فعالیت احزاب گفته آنانی که ادعا میکنند در اسلام مجوز برای احزاب نیست، مغرضند یا هم جاهلند. او همچنان نوشته است: آنان که آگاهانه و بنابر ماموریتی که به عهده دارند و یا ناآگاهانه ادعا میکنند در اسلام مجوز برای احزاب وجود ندارد، بدون شک یا مغرضند یا چنان جاهلند که نه از قرآن آگاهند، نه از حدیث و نه از منهج صحابه و رای عامه و فقها، حتی معنای حزب را نیز نمیفهمند. نام برده بار دیگر به سخنان عبدالحکیم شرعی واکنش نشان داده و گفته که برخی به دلیل بدفهمی یا بنابر غرض و مرض کار جایز را ناجایز میخوانند و ناجایز را جایز. و در پایان، تمرکز طالبان از تولید هیروئین به متامفتامین یا شیشه. به نقل از آمو، هفته نامه شنبه استرالیا در مقاله نگاشته است که طالبان در افغانستان تمرکز خود را از تولید هیروئین به متامفتامین یعنی شیشه تغییر داده که پیامدهای قابل توجه برای بازار مواد مخدر در استرالیا دارد. در این مقاله آمده است: حرکت به سوی متامفتامین به طالبان این امکان را داده است که امپراتوری وسیع ایرانی خود را به یک تجارت سودآورتر، خطرناکتر و مرگبارتر تولید کنند تا قدرت و حاکمیت آنان را در افغانستان تامین مالی کند.
هفته‌نامه شنبه استرالیا همچنان گفته است که بیشتر این متا مفتامین با استرالیا که سومین بازار بزرگ این نوع مواد مخدر در جهان است میرسد. در این مقاله آمده است که جنگ‌های 20 ساله طالبان در برابر دولت پیشین افغانستان نیز از رهگذر درآمدهای ایرانی تأمین مالی می‌شد و توانستند کانون دوباره به قدرت برگردند. این هفته‌نامه همچنان نگاشته است که طالبان برای چندین دهه یکی از باندهای عمده قاچاق مواد مخدر در جهان بودند که می تواند آنان را با کارتل‌ها یعنی قاچاقچیان و تاجران کولومبیایی و مکزیکی که تجارت کوکائین را کنترل می کنند مقایسه کرد. در این مقاله آمده است هرچند ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر در سال 2022 از سوی رهبر طالبان اعلام شد، اما تا یک سال اجرایی نشد و به اربابان مواد مخدر و نزدیکان رهبر طالبان زمان زیادی را داد تا تولید و ذخایر را افزایش دهند. این هفته‌نامه نوشت که اعلام ممنوعیت کشت و قاچاق مواد مخدر از سوی رهبری طالبان نیز بخشی از برنامه سودجویی بیشتر طالبان بوده است. در این مقاله آمده است با اعلام ممنوعیت ارزش ذخیره های بزرگ تریاک خام که گمان می رود از سوی برخی از رهبران ارشد طالبان نگهداری می شود افزایش یافت و بعید به نظر می رسد که برای سالهای متمادی این ذخیره ها به پایان برسد. در این مقاله به نقل از کارشناسان همچنان آمده است متامفتامین یا شیشه قرار است طالبان را به طور غیر قابل انکار ثروتمندتر کند، به تقویت قدرت آنان کمک کند و در این حال ده ها گروه شبه نظامی و جهادی را که تاکنون از پشتیبانی طالبان در افغانستان برخوردار بودند را تامین مالی کند. هفته‌نامه شنبه استرالیا به نقل از هانس یاکوب شیندلر مدیر نهاد مبارزه با افرادگرایی مستقر در برلین و نیویورک نوشته است که مواد مخدر تنها جریان درآمد استاندارد برای تامین مالی تروریسم است. در این مقاله همچنان آمده است که طالبان در حال حاضر از ده ها گروه تروریستی پشتیبانی می کنند که در جریان جنگ 20 ساله در برابر نظام جمهوریت افغانستان مورد پشتیبانی غرب در کنار آنان جنگیدند. هرچند طالبان پیش از این گفتند که آنان کشت و قاچاق مواد مخدر را در افغانستان زیر اداره خود به صفر رساندند و از گروه های جهادی دیگر که در برابر کشورهای منطقه و جهان فعالیت می کنند پشتیبانی نمی کنند، اما تا اکنون درباره این مقاله هفته‌نامه شنبه استرالیا چیزی نگفتند. تشکر از توجهتان. تا بعد، بدرود.